بله، برگشتیم بیننده های عزیز به ادامه برنامه صبح فردا و در این قسمت هم دکتر محمد الله محمدی رو با خود ما داریم، معالج امراض داخله و همچنان موظف در کلینیک کابل سیرت، که در رابطه با کمخونی و بی اشتهای امروز انشالله صحبت میکنه. اگر سوالی دارین، مشکلی دارین، میتونین به شماره برنامه همچنان به تماس شین. شماره آقای حسینی؟ بله، شماره تماسی که شما میخواین تماس بگیرید در برنامه از 020-250-3444 در خدمت شما هستم که میتونید تماس بگیرید و مشکلاتی که دارین از دکتر صاحب حتما سوال بکنین و دکتر صاحب در برنامه برای شما پاسخ خواهد داد. دکتر صاحب سلام، وقتتان بخیر، خیلی خوش اومدین. علیکم السلام، خوش باشید. سلام خدمت شما، سلام خدمت تمام بینندگان تلویزیون رای فردا. خدا کنه که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشه. تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. ما هم خوشحال هستیم که امروز شما رو در برنامه داریم. بریم در نخست مقدمه ای داشته باشیم از کمخونی و بی اشتهایی. یک موضوع بسیار دلچسب است که خدا کنه که بینندگان متوجه باشن که اکثریت اطفال ناظرین ما، اکثریت بینندگان ما که طبقه اوناس تشکیل میده، مواجه با حالت است که یا اکثریت اوقات با کمخونی مواجه هست. البته یک تعریف خلاص را اگر داشته باشیم از نظر هماتولوژی یا از نظر خونشناسی، میگه که انیمیا از انهمیا گرفته شده که در عربی به نام فقر دم یاد میکنن. زمانی که هموگلوبین یک شخص، زمان کاربیسی یک شخص، زمان که هماتوکریت یک شخص، یا در مجموع میگیم که مقدار خون یک شخص که از حالت نرمال کاهش یابد یا کم شود، این را به نام انیمیا یا کمخونی یاد میکنن. بنابراین این هموگلوبین یا مقدار خونی که اکثرت اوقات تعیین شده نزد آقایان و نزد خانما، یک حد نرمال یا حد نرمال رنج نزد مریضا تعیین شده. یعنی از نظر خونشناسی، از نظر هماتولوژی، زمانی که ما تعیین کردیم یا علمای ما تعیین کرده، نزد خانم‌ها از 11.5 تا 13.5 میلی گرم بر دسیلیتر حالت نرمال هموگلوبین نزد خانم‌ها تعیین شده و نزد آقایان از 13.5 تا 14.5، که بعضی کتاب‌ها گفته که تا 16.5 میلی گرم بر دسیلیتر حالت نرمال است. بنان اگر نزد خانم‌ها از 11 گرم کمتر باشه و نزد آقایان از 12 گرم کمتر باشه، این حالت به نام انیمیا یا کمخونی یاد میکنه. بسیار خوب، دقیقاً. دکتر صاحب روی عوامل کمخونی مگر صحبت داشته باشین که چه چیزا باعث میشه که کمخونی به وجود میاد؟ البته حسینی عزیز، اگر ما شما در مورد از این بحث بکنیم که چند نوع کمخونی هست، هر کدام از یا از خود یک عامل یا فاکتور جداگانه است. به صورت عموم یا به صورت کل چهار نوع کمخونی موجود است که عبارت از اپلاستیک انیمیا یاد میکنیم، به نام میگالوبلاستیک انیمیا یاد میکنیم، به نام هموراجیک انیمیا یاد میکنیم و به نام همولایتیک انیمیا یاد میکنیم. بنان اپلاستیک انیمیا یک نوع کمخونی است حسینی عزیز که اکثرت اوقات کسانی که مواجه با سرطان مخ هضم باشه، یعنی چی مانا؟ کسانی که مشکلات سرطان استخوان را داشته باشه، پس در این صورت آر بی سی ها تولید نمیشه. اگر تولید میشه به صورت مچور یا به صورت خام تولید میشه، یا زیاد تولید میشه بنان به وجود ما شما کفایت نمیکنه. یگانه کمخونی که نزد از این شخص ایجاد میشه او را به نام اپلاستیک انیمیا یاد میکنیم. کسانی که مصاب سرطان میباشه، کسانی که حسینی عزیز مصاب کمبود هایپوکلسیمیا میباشه، یعنی کلسیم در وجودش کم میباشه. چرا؟ به خاطر که وقتی کلسیم در وجود کم باشه، چرا؟ به خاطر که مصاب سرطان باشه. پس در مخ هضم یا در مغز استخوان ما شما یک مادر حجره مادری موجود است که او عبارت از استم سل یاد میکنه از نظر خونشناسی. بنان استم سل چی وظیفه را اجرا میکنه؟ پس یگانه وظیفه از یمی است که سه نوع حجرات را تولید میکنه. او عبارت از حجرات سفید به نام دبلیو بی سی یا وایت بلاد سل یاد میکنیم، حجرات به نام آر بی سی یا رد بلاد سل یاد میکنیم، حجرات سرخ تولید میکنه و حجرات پلاتلت یا ترومبوسات یا صفحات دموی تولید میکنه. بنان وقتی که مغز و استخوان ما شما با مشکل مواجه شد، مشکلش چی است حسین عزیز؟ او مشکلش همی است که با سرطان مواجه شد، التهابی میشه، با کمبود کلسیم مواجه میشه. پس در این صورت این حجره مادری یا تولید بیش از حد میکنه به صورت ابنورمال یا غیر طبیعی، یا تولید نمیکنه. بنابراین یگانه مشکلی که ایجاد میکنه یک کمخونی را ایجاد میکنه به نام اپلاستیک انیمیا یاد میکنه. بنابراین نوع دو مزوره به نام میگالوبلاستیک انیمیا یادآوری کرده میتونیم. میگالوبلاستیک انیمیا یگانه کمخونی است که اکثریت اوقات نزد خانما ایجاد میشه، نزد مادران ایجاد میشه، نزد همشیرای عزیز ما ایجاد میشه. این از اثر چی ایجاد میشه؟ اکثریت اوقات با کمبود فولیک اسید یا مواجه میشه، اکثریت اوقات یا با خونریزی مواجه میشه. پس بنان در این صورت یگانه کمخونی که نزد ایجاد میشه و بنات از اپلاست میگالوبلاستیک انیمیا یادآوری کرده میتونیم. کمخونی دیگر به نام هموراجیک یا بلاد لوز انیمیا یادآوری
کاری کرده میتونیم. کسانی که مواجه با خونریزی میشه دفعتا حادثه میکنه، دفعتا یک چاقو میخوره، دفعتا زیر عملیات خونریزی یا بلیدنگ شدید ایجاد میکنه، دفعتا مواجه با بواسیر یا به نام یگانه کرمی که خورخور به نام انکلاست و مادورینالیس یگانه کرمی که اکثر اوقات از خون انسان استفاده میکنه، پس نزد از این شخص ایجاد کمخونی میشه، ایره به نام هموراجیک یا بلاد لوز انیمیا یادآوری کرده میتونیم. نوع کمخونی چهارم به نام کمخونی همولایتیک انیمیا یادآوری کرده میتونیم. او عبارت از کمخونی است حسینی عزیز که اکثر توقعات پرازیت مداخله میکنه. کدام پرازیت؟ پرازیت ملاریا. وقتی که پرازیت ملاریا مداخله کرد، پس آربیسی ها را لایز میکنه، تخریب میکنه. وقتی که آربیسی لایز شد، تخریب شد، یگانه مشکلی که ایجاد میشه با کمبود آربیسی مواجه میشه، حجارات سرخ نزد یک شخص کم میشه، پس یگانه کمخونی که نزد از یا باز هم ایجاد میشه به نام همولایتیک انیمیا یادآوری کرده میتونیم. و اکثر اوقات فاکتور دومی همچنان داره. فاکتور دوم چی است؟ که یگانه آر اچ گروپ خونه که خصوصا از مادران که منفی باشه، از اطفال نازنینشان وقتی که مثبت باشه، مثبت با منفی یکجا میشه، یگانه مشکلی که ایجاد میکنه چی میشه؟ انالایز میشه، تجزیه میشه، تخریب میشه. پس یگانه مشکلی که ایجاد میشه نزد جا کمخونی ایجاد میشه، او را همچنان به نام همولایتیک انیمیا یادآوری کرده می. بنان عواملش مختلف گفتم میتونم که عواملش عبارت از سرطان هست، عواملش گفتم میتونم با فقر آهن یا کمبود فولیک اسید است، عواملش گفتم میتونم دفعتا با خونریزی مواجه میشه، عواملش گفتم میتونم با کرم خونخور مواجه میشه، عواملش گفتم میتونم با بواسیر مواجه میشه، عواملش گفتم میتونم که با پرازیت و آر اچ منفی مادر وقتی که مواجه میشه، یگانه مشکلی که ایجاد میشه باز هم سبب ایجاد مرض کمخونی یا انیمیا مواجه میشه. دقیقاً بله. خب بیننده عزیز، شما میتونید که تماس داشته باشین در برنامه و اگر سوال دارین در ارتباط به موضوع کمخونی و بی‌اشتهایی، همین لحظه میتونین که با ما در ارتباط شوین و سوالاتتون را از دکتر صاحب مطرح بکنین. شماره تماس را همکارم برای شما میگه و شما تماس داشته باشید. بله، 0202503444 اگر سوال و مشکلی دارین ان شاءالله سوالتان را مستقیما از خود دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، با چه علایم و نشانه هایی فرد دچار میشه که بفهمه دچار کمخونی شده؟ در مجموع اکثریت اوقات وقتی که مریض مراجعه میکنه، بناهن با عوامل مختلف مراجعه کرده و ما وقتی که مشاهده میکنیم میبینیم، اولین چیزی که پرسان میشه تاریخچه مریض باید پرسان شد. پس در این صورت تاریخچه مریض پرسان میشه اگر آیا در فامیلتان مصاب سرطان کس هست یا نیست. در قدم دوم در کجا بود و باش میکنی؟ زندگیش پرسان میکنیم که آیا با فقر مواجه هست نیست. پس در این صورت ما تاریخچه کلی مریض مطالعه میکنیم و بعد از میریم سر رویت مریض. یگانه مشکلی که ایجاد میکنه مریض مواجه با حالت میشه که روز به روز رنگ از این خاصف میشه. یعنی خاصف بودن جلد نزد ایجاد میشه. اکثر اوقات با مشکلات جلدی مواجه میشه که نزد ایجاد لکه های ایجاد میشه. لکه های جلدی ایجاد میشه و اکثر اوقات اعراض علائم دیگه طور است که مواجه با زردی زرد میشه. یعنی حدقه چشم میشه وقتی که میبینیم که زرد میشه. تماس دارم دکتر صاحب، فکر کنم. بله، سلام علیکم. الو، سلام علیکم، صبحتان بخیر. علیکم سلام، صبح شما همچنان بخیر. خوش آمدین در برنامه صبح فردا. اسمتان از کجا به تماس شده؟ برادر قندسوری. دکتر سیدان بخیر، صبح همشوری مام بخیر، صبح همه کارمندای رای فردا بخیر. تشکر، سلامت باشی. اسم ما غلام تخیص از شهرک دوازده امام به تماس شده. بسیار عالی. سوالت؟ سوال ما میشه قندیه است که ما خانم دارم، خانم ما بسیار ضعیف است. نمیدانم تاثیر کمخونی است که چی حساب است. یکی یک تکلیف اعصاب به اسم مسمم مرگی میدیم، چی میدیم از این داره بیشتر بعض وقت که میدیم میگرن. نمیدانم که می کمخونیش تاثیر دم است، تاثیر کیست؟ دکتر صاحب یک مشوره را بده. برادر عزیز، بازم خوش آمدید. چند سال است که خانم شما؟ زنده باشین. دکتر صاحب 35-36 ساله دمیزه. چند تا طفل داره؟ طفل مال خدا 4 تا دارن. خب تو وقفه ایجاد داره؟ یعنی مثلا چقدر وقت بعد طفل بعدی تان پیدا میشه؟ طفل اول تان پیدا شد، طفل دوم و سوم، بالاخره این وقفه طول مدت شما چقدر وقت بوده؟ والا دکتر صاحب، امی به اصلاح ما شما مردم که میگیم شیر دشیر نقسم یک یعنی فرزندشان شیر مشکلتان رو برداشت کردیم، انشاءالله متوجه باشن، انشاءالله سوالتان حل بشه.
بله تشکر از جناب سخی. جوابشان از طریق تلویزیون از دکتر صاحب بشنوید. برادر عزیز، ما یگانه مشکلی که نزد پیشه را ایجاد کردیم و گفتیم که اکثرت اوقات کمخونی که ایجاد میشه نزد خانم ها به نام میگل و بلاستیکنیمیا یادآوری کرده میتونه. میگل و بلاستیکنیمیا یگانه کمخونی است که از اثر کمبود آهن یا فولیک اسید نزد خانم ها ایجاد میشه. متوجه باشه برادر عزیز، پسی خانمایی که ما میگیم که همیش از طریق مدیاها بارها گفتیم که اگر یک خانم میخواد که با کمبود آهن مواجه میشه نشه و اگر میخواه که با فقر آهن مواجه نشه، اگر میخواه با کمبود هموگلوبین مواجه نشه، اگر میخواه با کمبود خون مواجه نشه، پس کوشش داشته باش وقتی که عادت مهار داشته باشه به زودترین فرصت باید پیش دکتر مراجعه بکنه. یک در قدم دوم، اگر دسترسی با دکتر معالج نداشته باش، پس کوشش داشته باشه که در وقت عادت مهار یا همیشه از غذاهای پروتئین دار زیاد استفاده بکنه. در قدم ازی از ترکاری باب زیاد استفاده بکنه. در قدم بعدی ما میتونیم که روز یک گرم فولیک اسید تا ختم عادت مهار یا همیشه باید استفاده بکنم. متاسفانه ما در شرایط قرار داریم، یکی با فقر مواجه هستیم، یکی با ناعلمی مواجه هستیم، یعنی با گفتیم پشتو زبانه با ناپویی مواجه هستیم. پس کوشش داشته باشه برادر عزیز که این خانمت پیش دکتر مراجعه بکنه. پس این در مرحله ای که عادت ماهوار قبل از این که ازدواج میکرد، اما عادت ماهوار از این منظم سپری نشده، یا خونریزی شدید داشت پیش دکتر مراجعه نکرده، یا در وقت عادت ماهوار وقتی که عادت ماهوار پیدا کرده بود بنان یا سهل اندازی کرده یا ایمانا که تنبلی کرده، یعنی چیزای استفاده نکرده که خونریزی از این جبران بکنه. پس در این صورت گفتم میتونم برادر عزیز حالا مشکل نداره، پس کوشش داشته باشین که از طریق که فعلا ما بیننده هستین و میبینین، شما کوشش داشته باش پیش دکتر مراجعه بکنین. ما در خدمت شما هستین که هموگلوبین از این خانم باید تعیین شود که چقدر است مقدار از این. اگر هموگلوبین از این از 8 گرم کمتر باشه، بنان این خانم محترم باید تقریبا 500 سیسی خون باید یک پوینت خون باید بگیره. در قدم بعدی باید غذا از این مراعات شود، یعنی غذاهای پروتئین دار برای این خانم باید داده شود، غذاهای داده شود که فولیک اسید فراوان داشته باشه تا بعداً مواجه با حالت نشه. در قدم بعدی یک سوال دیگر هم کرد برادر عزیز که یک مشکل دیگه داریم که ما به نام نیمسری یاد میکنیم یا به نام از یاد میکنیم که مریض بیهوش میشه. یگانه مشکلی که اکثر اوقاتا با کمخونی یک شخص مواجه میشه این خواب آلودگی بیش از حد میداشته باشه، میتونه این خانم محترم مواجه با حالت میشه که شاید کمخون باشه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم دکتر. علیکم سلام، خوش آمدین در برنامه. بفرما خواهر محترم، اسمت؟ کابل. من تکلیف کمخونی دارم. خواهر ما از کابل گفتن تکلیف کمخونی دارن. دکتر صاحب شما هم سوال دارین از خواهرم؟ چرا محترم مقدار خون تعیین کردی چقدر است؟ بله دکتر. مقدار خون تعیین کردی چقدر است؟ دکتر رفتم گفتم مشکل کمخونی داری دیگه، ما اون مقدارش نمیفهمم چرا که. خیر است، بشم ان شاء الله متوجه برتون. از طریق تلویزیون و رادیو شنونده باشین، حتما دکتر صاحب سوالتون را جواب میده. برادر عزیز قبل از تماس گرفته بود، یگانه مشکلی که داشت با کمخونی مواجه بود همسرش، بنان کوشش داشته باش پیش دکتر مراجعه بکنه و ما خود ما در خدمتش هستیم. اگر مشکل اقتصادی داشته باشه از طریق برنامه میتونه که شماره رو بگیره، ما در خدمتش هستیم. در قدم بعدی هم شیرین محترم که تماس گرفته بود، این همچنان با واجه با کمخونی بوده، پس فاکتورش معلوم است که گفت که ما با خونریزی مواجه هستیم. پس کوشش داشته باش همشیره محترم که وقتی که عادت ماهوار غیر منظم داشته باشه یک خانم، یعنی عادت ماهوار منظم یک خانم میشه که 3 روز 5 روز الی 7 روز باشه، بنان از 7 روز وقتی که عادت ماهوار یک خانم زیاد باشه، پس یک عادت ماهوار غیر منظم گفتم میتونیم. پس زودترین فرصت پیش دکتر مراجعه بکنم و بلیدنگ یا خونریزی خود باید توقف بده. اگر توقف نته، بنان با کم خونی مواجه میشه که شدیداً مواجه با حالتش که باید خون تیر بکنه، یعنی خون باید بگیره. پس در قدم بعدی توصیه‌های طبی دکتر باید مراد بکنه، یعنی ترکاری باب زیاد استفاده بکنه، یعنی حاوی از فولیک اسید است، یعنی زیاد فولیک اسید داشته باشه. در قدم بعدی از حبوبات از لبنیات باید زیاد استفاده بکنه. در قدم بعدی که همشیره محترم گفت که از کشمش گپاسه که همچنان شامل است که میتونه که مقدار خونش زیاد میکنه، اما به قدر زیاد نمیکنه که به عضویت از اکتفا بکنه، کفایت نمیکنه. پس در این صورت همشیره محترم به زودترین فرصت باز هم پیش دکتر مراجعه بکنه. اگر مشکل اقتصادی داره ما در خدمت شما هستیم. بین ما مقدار خونت باید تعیین شود طبق مقدار خونت، اگر ضرورت با خون داشت
ما میتونیم از طریق بلاد بانکینگ یا از طریق بانک های خونی ما تماس میداشته باشیم، از اونجا یک خون رایگان برات میاریم و در کلینیک یا در شفاخانه خود به طور رایگان به خود تطبیق میکنیم. اگر ضرورت با خون داشتی، اگر ضرورت با خون نداشتی، با آنتی بیوتیک داشتی، با حد توان ما در خدمت شما هستیم. بله، خیلی تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. بله، باز هم یادآور شدم که دوستان میتونن تماس بگیرن، هموطنان عزیز ما کمیل لحظه از طریق تلویزیون رای فردا و همچنان صدای ما را از طریق رادیو رای فردا شنونده هستین و بیننده هستین برنامه صبح فردا را. واقعا که موضوع جالب است، کمخونی و کمشتایی که شاید اکثریت با این مواجه شده باشه. پس مثل همین هموطنان ما تماس گرفتن، تماس بگیرین تا مشکلاتون رفع شه و دکتر صاحب همچنان در خدمت شما ازان هست. شماره تماس برنامه 02-250-3444 همین لحظه به طور لایف در خدمت شما ازان هستیم. خب دکتر صاحب، در رابطه با کمخونی که خواهر ما همچنان سوال کردن که بر از اونها کشمش و بعض چیزا رو توصیه شده، انگور اینا، بعضیا همین یک قسم گوشت به نام تیلو است که گوسفند که میکشه، باز اونم را خام میخوره به خاطر از اینکه میگه باعث افزایش خون میشه. بله، در مجموع ما گفتم میذاره توصیه طبی را هموطنان عزیز متوجه باشه، اما هیچ فرد هیچ شخص چیزی را استفاده نکنه که به شکل خام باشه. یعنی هیچ کس هیچ فرد نمیتونه که ما در برنامه های قبلان هم حسینی عزیز اشاره کرده بود، ما گفته بودیم که در مجموع چیزهایی که خام هست خیلی حاضیات باکتریاها داره، خیلی حاضیات میتونه که ویروس داشته باشه، خیلی حاضیات میتونه که امراض باکتریایی که شامل محرقای حیوانی میتونه داشته باشه. پس در این صورت گفتم میتونه همتان رزیم هر آن چیزی که استفاده میکنه اگر از حیوانات باشه باید با شکل جوشان استفاده بکنه، نه. اگر گوشت باشه با شکل پخت و پز استفاده بکنه. چرا؟ به خاطر که وقتی که ما تیلی استفاده میکنیم با شکل خام یا با شکل مشهور باید استفاده نشه. چرا؟ به خاطر که میتونه انواع باکتریاهایی که در بین عضویت از مو حیوان باشه به صورت مستقیم داخل عضویت خود کرده. مثلا اکثرت هموطنان عزیز ما وقتی که مراجعه میکنن میگه دکتر صاحب ما حیوان نداریم، چرا من مصاب محرقه بروسولا هستم؟ ما چرا مصاب محرقه توکسوپلازما هستم؟ چرا من مصاب روبیلا هستم؟ یگانه مشکلی که ما همیرا هست است حسین عزیز که ما مواجه با حالت هستیم که از رواجای وطنکی خود استفاده میکنیم. یعنی گوشت به صورت خام استفاده میکنیم، بعضی لبنیات به صورت خام استفاده میکنیم یا به شکل جوشان استفاده نمیکنیم. پس همین است که وقتی که ما گوشت استفاده میکنیم باید جوش شود، وقتی که شیر استفاده میکنیم باید جوش شود، وقتی که گوشت استفاده میکنیم باید بخار داده شود. چرا؟ باکتریاها به درجه 60 درجه سانتیگراد از بین میره. وقتی که از بین نره بنان اون مو باکتری رو ما مستقیم گرفتیم در عضویت خود تطبیق کردیم تا که بر ما مفید تمام شود، به بارها و بارها ضررش بیشتر تمام میشه. پس همتانان عزیز و متوجه باشه که در این صورت اگر اعراض علائم پیدا بکنه، پس در این صورت کوشش داشته باشه که به زودترین فرصت پیش دکتر مراجعه بکنه. اگر پیش دکتر دسترسی نداشته باشه، پس کوشش داشته باشه که ازمون ترکاری باب و روزمره و عزیزات استفاده بکنه. یعنی روزانه که فعلا ما شما با فخر و مگه مواجه هستیم، اگر حسینی عزیز ما شما متوجه باشیم که امیان پالک خیلی ارزان است، ترکاری خیلی ها ارزان است، پس کوشش داشته باشه که از پالک زیاد استفاده بکنه، از ترکاری باب باید زیاد استفاده بکنه، از حبوبات و لبنیات باید زیاد استفاده بکنه که هزینه بیشتر کمتر در بر میگیره. پس کوشش داشته باشه که اعراض علائم پیدا کرد امیزمی چیزا استفاده بکنه. یک در قدم دوم اکثریت خانواده خصوصا طبقه اوناس ما مواجه با کم خونی خیلی ها زیاد است. وقتی که مراجعه میکنه پیش ما یگانه مشکلی که نزد زیاد میشه اونم کم خونی است. میگه من دکتر صاحب مشکل عصبی دارم، من خوابم نمیبره، من مشکل لکه های جلدی دارم، من مشکل فنگسی دارم. نه خیر، مشکل فنگسی نیست، نه خیر مشکل عصبی نیست، نه خیر مشکل تو نداری که با مواجه با حالت هستی که تو عصبانیت پیدا بکنی. یگانه مشکلی که نزد تو هست و عبارت چیست؟ عبارت از کم خونی هست. پس کوشش داشته باش همتانان عزیز ما که به زودترین فرصت پیش دکتر مراجعه بکنین و مقدار خونتان را باید تعیین بکنین و خصوصا در وقت حالت ما. تماس دارم دکتر صاحب. بله، سلام علیکم. سلام. علیکم برسلام، خوش آمدین در برنامه صبح فردا. خود معرفی بکنین، از کجا تماس گرفتین؟ فاطمه هستم از کابل. خواهر ما فاطمه جان، بفرمایید سوالتان از دکتر صد. ما بسر می مشکل کمخونی دارم، بسر زیاد سر مگیج مگه دیگه زیاد خواهم زیاد که داره گرمه در روی نوانتوز نکه های سیاسی ها زیاد شده، بسر زیاد کمر و درد مونه. دکتر صاحب چیکار کنم؟ دیگه آدرس واسه دکتر صاحب مو پیش بیاد. سن چند سال است که شما محترم؟
الو سنتان چند سال است؟ 26 سال است. چند ساله؟ 26 سال. خب عادت محورت منظم است یا خونریزی زیاد است؟ عادت محور از من غیر منظم است، خیلی زدر دارم دیگه، این یک دو ماه سه ماه اید نمی بازم اگه آمد زدر برز مره. وزن کدین که همین وزنتان چقدر است؟ وزن 45 کیلو. خب سعیست بشنو از طریق برنامه. تشکر. همشهری محترم، باز هم مواجه با کمخونی است که اکثرت اوقات بیشتر رو اشاره کردیم که با کمخونی مگالوبلاستیکمی است. پس یگانه مشکلی که نزد ایجاد میشونه مو است که مریض با خواب آلودگی فراوان مواجه است. یعنی ما شما متاسفانه بعضی مریضا به شما میگه خانم خوک است. خواکی مانا که یکان دفعه خواب میکن یک دفعه بیدار میشته ایست، سردردی خیلی شدید داره. حتی ما پیشتر مایدواری کردیم که مغز و استخوان از جا مواجه با حالت میشه که ضعیف میشه، هایپوکلسیمیا میشه، کلسیم از روز به روز کمتر میشه. مواجه با حالت هست که مواجه با پیشتر هم شیر محترم تماس هم گرفته با کمردردی خیلی زیاد نزده پیدا میشه. پس یگانه مشکل از یا طور است که با کمخونی مگالوبلاستیکمی میاد، با کمخونی فخر آهن مواجه است. پس باز هم همشهری محترم توصیه طبی ممی است که اگر دسترسی با طبابت داری ما در خدمت شما هستیم مراجعه بکنین. اگر ندان کوشش داشته باشین که پیش دکتر نساء اولادی 100% در وقت عادت ماهوار باید مراجعه بکنین که اونم عادت ماهوارتان باید منظم شوه، دوا باید بگیرین، در قدم دو مقدار خونتان باید تعیین شوه، اگر ضرورت با خون داشته باشین مقدار خونتان باید با 12 گرم باید سر بخوره، اگر در 8 و 7 گرم باشه باید خون بگیری، در قدم دوم اگر شما مواجه با حالت است که 11.5 میلی گرم باشه باید توصیه طبی را مراد بکنید. بله سلام علیکم. بله ادامه صحبت دیگه کوشش داشته باشم شهر محترم که اونمو چیزا را توصیه طبی را مد نظر بگی. اول عادت محورت باید منظم شه و در قدم دوم مقدار خونت باید تعیین شه که چقدر است. نظر به مقدار خونت اگر ضرورت داشته باشیم که ما به عمده ترینش به 3 کاتگوری تقسیم میکنیم. یک، اگر مقدار خون یک شخص از خصوصا از خانم که خیلی ها زیاد مواجه با همی کمخونی هست، اگر 11 گرام کمتر بود تا 10 گرام بود، بنان یا توصیه طبی را مد نظر داشته باشه، یعنی غذاهایی که فولیک اسید داشته باشه، غذاهایی که پروتئین داشته باشه از این استفاده بکنه، عادت ماهوار خود باید منظم کنه. این معنا که روز 1 گرام فولیک اسید تا ختم عادت ماهوار باید بگیره. در قدم دوم اگر دیدیم که از 10 گرام کمتر بود تا 8 گرام بود باید دوا 100% خب، تماس داریم باسم. بله سلام علیکم. بله سلام، بفرمایید. تلویزیون رای فردا برنامه صبح فرداست. بله سلام بفرمایید. خوب هستید؟ بله سلام علیکم. من خواستم نامه دکتر صدا تماشام. بفرمایید، ما در خدمت شما. بفرمایید. دکتر صدا گفتم این مادرم زیاد مریض است. چی مشکل داره؟ هرچی صدای میکنه میشه دردش معلوم نمیشه. دیگه این تمام درد میکنه زیاد کم از درد پایده از درد است. دیگه خون شما نکردیم دیگه که مرقه است. پس نگه زردی است. به اشتهایی داره؟ خود همی چشماش جا کم سفمیشه خم هست از سرید جلسهش از بالش رست نمیشه. سفیدی چشمش رو به زردی میره، تو زرد میخوره یا میبینی زردش یا سفید است؟ کم کم زرد میدونه دکتر. خب بشنو از طریق برنامه ما در خدمت شماست. بله. پس به صورت عموم یگانه مشکلی که ایجاد میکنه مواجه با اعراض علائم میشه. پس این اعراض علائم اکثرت اوقات خودش مواجه با زردی زرد میشه، کدقه چشمش زرد میشه. پس همشهری محترم کوشش داشته باشه که کلینیک یا شفاخانه مراجعه بکنه که مقدار بیلروبین ازی باید تعیین شه. اول مقدار خونش تعیین شه، اگر خونش کم باشه مقدار خونش باید تعیین شه، خود زردی زردش خون میشه. اگر دیدیم که آفات التهابی جگر باشه، پس در این صورت گفتم میتونیم که مواجه با هایپر بیلروبینیما میشیم، اونا که زردی زرد میداشته باشه، التهاب جگر میداشته باشه، باید تداوی جایندش یا تداوی زردی زردش باید صورت بگیره. پس در این صورت مقدار خونش و مقدار بیلروبینش تعیین شه و طبق هدایت دکتر باید عمل باید بداشت. دکتر صاحب در ارتباط به رابطه کمخونی با کمشتایی مقدار اگر صحبت داشته باشین، اما قبل از یک تماس را وصل میکنیم از دوستا. بله خب. سلام، وقت بخیر. بله من سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ برنامه صبح فردا است، خوش اومدید. من سوال از دکتر داشتم. دکتر مجده سالت بفرمایید. در وقت عادت ماهوار خود زور سرش میاد. زوف میاد سیس. عادت ماهوارش منظم است یعنی خونریزی زیاد داره؟ عادت ماهوارش منظم است؟ منظم است دیگه، ما منظم است. مثلا روز اول عادت ماهوار زوف نکنه. سیس بشنو از طریق برنامه. تشکر خواهد.
پس همشهر محترم، باز هم اونمو کمخونی هست که با خونریزی زیاد مواجه هست. پس وقتی که با خونریزی مواجه زیاد شد، پس یکانه مشکلی که ایجاد میشه ضعیفی، کسالت، نزد زیاد ایجاد میشه و مواجه با فشار پایین میشه. پس طبعا معلوم دار است که وقتی که فشار پایین آمد، سیستم دفاعی پایین میشه، شدون میشه. پس در این صورت مواجه با ضعفیت میشه، مواجه با حالت میشه که ما شما اون میگه ضعف کرد. پس این کم هشتیایی نزد ایجاد میشه. پس به زودترین فرصت باز هم پیش دکتر در وقت خونریزی یا قبل از خونریزی باید مراجعه داشته باشه، مقدار خونش تعیین شوه و آنتی بیوتیک دوا و توشای طبی لازمه نزد ایجاد میشه و بعد نمونه باید مراد بکنه و 100% تبدیل بکنه، مریضش انشالله که شفایاب میشه. انشالله. خب یک مقدار صحبت داشته باشین در رابطه با سوالی که من هم داشتم قبل از تماس از هموطن ما که رابطه کمخونی با کمشتایی. در مجموع وقتی که یک شخص مواجه با کمشتایی میشه، البته ما فاکتورش رو باید بدانیم. فاکتورش چی است یا عاملش چرا یک شخص مواجه با کمشتایی میشه؟ پس به صورت عموم ما یگانه عامل بیشتایی را عامل مختلف گفتم میتونم، اما اکثر اوقات عاملش میتونه که انیمیا یا کمخونی باشه. پس در صورتی که وقتی که یک شخص مواجه با کمخونی شه، یگانه مشکلی که نزد ایجاد میشه مواجه با حالت میشه که سیستم دفاعی از روز به روز کاهش میابد، پایین میشه. پس در این صورت خواب آلودگی بیش از حد نزد ایجاد میشه، کسالت نزد ایجاد میشه. وقتی که یک شخص کسالت ایجاد شه نزدش، وقتی کمخوابی ایجاد شه، پس در این صورت طبعا معده به حالت مواجه میشه که هضم کردن نمیتونه چیزه. وقتی که هضم کردن نتونه، یک شخصی که فعالیت کردن نتونه حسین عزیز، پس در این صورت معده همچنان وادار دهی است که قرار خواب بکنه. پس وقتی که یک شخص خواب آلود باشه خواب بکنه، پس در این صورت هضم کردن نمیتونه، با واجه به حالت میشه که بیشتیاهی نزد ایجاد میشه و روز به روز کم وزن میشه، وایت لوز نزد ایجاد میشه. پس در این صورت گفتم میتونیم که باز هم تکرار گفتم میتونیم که کوشش داشته باشه همتانان عزیز ما که در این حالت مواجه با حالت میشه که اکثریت اوقات اطفال نازنین ما مواجه با دای میشه، میمره، از بین میره و حتی مواجه با زردی خیلی حاجات میشه که فاکتور عمدهش که آرایش مادر منفی و کمخونی نزد ایجاد میشه که اکثر اوقات نزد از یا فلج دماغی حسینی از رخ میده. پس برای همیش اطفال نازنین از فلج میشه و جور شدنی نیست. پس به زودترین فرصت باید یا تداوی مراجعه داشته باشید. بله تماس. بله سلام علیکم. بله سلام بر شما، برنامه صبح فردا است، تماس شما وصل است، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، یکم بلندتر صحبت بکنید. آرامش دارید؟ بله بفرمایید. دکتر سه بعد هم خانم من مرض روماتیسم است. من کمر و پایش همیشه درد میکنه، دیگه در رفتن خودشی رفتن نمیتونه. این پاکستان بودم که یک چیز دکترم مراجعه کردم، لیکن حال اقتصاد من ضعیف است، نیره بر کزم دکتر مراجعه کنیم که مرض روماتیسم ازی اگر برادر عزیز چند سال است؟ چند سال است همچنین محترم؟ چند سال است؟ یاره فکر کنم دکتر 65 ساله. 65 ساله. باز چک کردین که ما سه نوع روماتیسم داریم، عضلی داره، مفصلی داره، قلبی داره. کدام روماتیسم داره؟ مفصلی یا عضلی؟ یعنی استوانایش بخی از دکتر سه بخی این کشیده دیگه، فکر کنم توانای پرسانه کردیم کدام نوع بندایش پوندیدگی اماس داره؟ امی خود بندای کلکاش به اصطلاح پوندیدگی داره؟ بله پایش خود پوندیدگی داره. بله دکتر. ها وقتی که از خواب میخیجه صبحکی از طرف صبح چشماش هم اماس میداشته باش پوندیدگی؟ بله کم زیاد داشته میباشه. از طریق برنامه بشنم. بله تشکر. برای مادر عزیز ما و برای برادر عزیز ما توصیه طبی ممی است که پس روماتیزم داره. پس روماتیزم ماسین و روماتیزم داریم که به نام سی آر پی یا سیریاکت پروتین داریم، به نام عارف روماتایتیس فاکتور داریم که مفصلی هست و به نام ایسو انتی استرپتولایزین او یعنی روماتیزم قلبی داریم. پس اعراض علمش که دیدیم، پس در این صورت وقتی که سن از 60 سال بالا بره این گرده همچنان با کمکاری مواجه میشه. پس در این صورت گفتم میتونیم که اگر اماس چشموها میتونه که مشکل گرده را داشته باشه و در قدم بعدی اماس مفاصل و عضلات اگر داشته باشه میتونه روماتیزم داشته باشه. پس کوشش داشته باشه که از زیاد چیزهایی که پروتئین زیاد میداشته باشه از او باید زیاد استفاده نکنه. در قدم بعدی از چیزهایی که بسیار به صورت سرد است از او باید استفاده نکنه. در قدم بعدی از چیزهایی که بسیار مثلا در جایی که میفهمه که نرم چیز است، بسیار تفت است یا به اصطلاح نم است، باید اونجا باید جدا خودداری بکنه. کوشش داشته باشه که پیش دکتر ارتوپدی مراجعه داشته باشه. در قدم بعدی کوشش داشته باشه که روزانه یک 10 دقیقه 15 دقیقه ویتامین دی از آفتاب داشته باشه، در روی آفتاب قرار بگیره و
خصوصا خود استخوان تیبیا یا فیبولا را گفته میتونیم استخوان کلان است، این را باید خوب مالش بده و آفتاب بده. و در قدم بعدی ما سرچ عمومی مهمی است که ما کوشش داشته باشیم در این وقتا یک تیم بررسی ما در بخش فارماکولوژی وادار شده که وعده کرده که ما واکسین روماتیزم کشف کردیم. انشالله که اگر ما نتیجه را گرفتیم از طریق برنامه در خدمت هموطنان عزیز ما هست که واکسین روماتیزم هم هست و ما در جریان هست، 100% نیست، اما کوشش داشته باشیم که ما اونمو را کشف بکنیم و در خدمت هموطنان عزیز ما هستیم. باز هم اگر مشکل اقتصادی دارین از طریق برنامه شماره ما را بگیرین، ما در خدمت شما هستیم. بسیار ممنون. خیلی تشکر دکتر صاحب، صحبت خیلی خوبی داشتین.